الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. و عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های اذکار آسمانی. خب در جلسه 108 هستیم و تقدیم ذکر شریف آسمانی دیگری. روایتی داریم از امام باقر سلام الله علیه که فرمودند ما من شیء اعظم ثوابا من شهادت ان لا اله الا الله ان الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الامور احد. هیچ کاری ثوابش بالاتر از این نیست که انسان بلا اله الا الله عرض میشه که این ذکر شریف رو بگه، به این ذکر گواهی و شهادت بده. براستی خداوند رو هیچ چیز همانند و برابر نیست و در کارها هیچ کس شریک اونی. پس یکی از اذکار بسیار بسیار پربرکت دارای ثواب بسیار عظیم کلمه طیبه لا اله الا الله که موجب ثواب و برکت بسیار هم هست. کافی شریف جلد 2 صفحه 516. خب باز حدیثی است از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمودن خیر العباده قول لا اله الا الله، بهترین عبادت گفتن ذکر شریف لا اله الا الله است. و قال و دوباره فرمودن خیر العبادت الاستغفار، باز از بهترین عبادت ها استغفار. و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبه. بهترین عبادت گفتن لا اله الا الله، باز از بهترین عبادت ذکر استغفار، طلب مغفرت به درگاه خدای متعال جلت عظمتو. و پیامبر خدا این آیه رو تلاوت می‌فرمایند و می‌فرمایند و این از قول خدای عز و جل در قرآنش که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبه، بدان که راستش این است که نیست شایسته پرستشی جز خدا و آمرزش خواه از گناه خود. کافی شریف جلد 2 صفحه 517. پس از بهترین عبادت ها ذکر شریف لا اله الا الله و نیز استغفار. باز در حدیث دیگری است از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند ثمن الجنت لا اله الا الله والله اکبر، بهای بهش گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله والله اکبر. اینقدر این ذکر شریف با ارزش که البته بر اساس احادیث دیگر و روایات دیگه که معتبره اینها شرط داره و شرطش از مهمترین شرط این ذکر شریف و اقرار اعتقاد به خلیفت الله که در اون حدیث عرض میشه که امام رضا سلام الله علیه حدیث سلسله الذهب که امام اون حدیث شریف رو فرمودن لا اله الا الله حدیث قدسی حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام چند قدمی که حالا حرکت کردن باز سرشون رو از محمل بیرون آوردن و فرمودن لکن این شرط داره به شروط اون و من از شروط اون هستم.
اعتقاد و باور به خلیفت الله و به امام و پیشوای الهی، چون خدا او رو مقرر کرده و خدا خواسته. خب پس این هم از حدیث دیگه ای در باب عظمت این ذکر شریف. باز حدیث دیگه ایست از امام صادق سلام الله علیه که میفرمایند جبرئیل به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عرض میشه که چنین عرض کرد: طوبی لمن قال من امتک، خوشا به حال هر کس از امت تو که بگوید لا اله الا الله وحده وحده وحده، خوش به حال اون افراد امت تو که این ذکر شریف رو بگن لا اله الا الله وحده وحده وحده. باز کافی شریف جلد 2 صفحه 517. خب پس بنابراین یکی از اذکار بسیار شریف که البته باز در این باب روایات بسیار در باب ذکر شریف لا اله الا الله، چون فرصت کمه دیگه به صورت اختصار سعی کنیم از این لحظه های عمرمون استفاده کنیم. مشغول کار هستیم، در حرکتیم، در رانندگی هستیم، خانم خانه‌دار داره غذا میپزه، غذا رو آماده میکنه، چه مانعی داره؟ همینطور ولو نجوا کنیم، همینطور زیر لب هم باشه به هر نحوی ذکر شریف لا اله الا الله که داره این میشکافه، در روایات دیگه ای داره گناهان رو پاره میکنه، از بین میبره تا بره به آسمان، و حتی نسبت به اموات داره که به اونها تلقین کنید این کلمه شریف رو. در هر صورت سعی کنیم انشاءالله از وقتمون، از عمرمون، از این لحظات بسیار با برکت زندگیمون استفاده کنیم و انشاءالله دائما مشغول به ذکر و ثنای خدا باشیم که خیرات و برکات بسیاری هم برای ما در دنیا دارد و هم آخرت. و ضمن این که آمرزش گناهان و از بین رفتن گناهان، این خودش همه بس چیزهایی که در زندگی ما موجب گرفتاری شده، بسته شده زندگی گرفتاری، اینها چون یه بخش زیادش اینها در اثر گناهان و معاصیه، این گناهان و معاصی که از بین رفت به تبع اون گناه ها هم باز میشه و زندگی ما یک رنگ و رونق دیگه پیدا میکنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.